این تلویزیونای ترکی که سریالای ترکی دارن مطمئنم همتون دیدین، درسته؟ تو سریال خانومه از همه حامله میشه بغیر از شوهر خودش. بعد مامانم داشت نماز میخوند، سریالم رو ترکی گل لاله بود، ما رفتیم عوض کنیم یه چیزی ببینیم، دیدیم مامانم گفت الله اکبر. گفتم مامان داری نماز میخونی داری با گل لاله حال میکنی؟ گفت لا اله الا الله. یعنی برو اون بعدرم نگاه. یا آهنگی جدیدن شنیدم به نام ببخشید و بکن، شما شنیدین؟ به جون مادرم شوخی نمیکنم، خواننده میگه بکن منو بکن منو بکن منو بوس. خب این آهنگ اگه تو قزوین اجرا بشه یارو سر دومی کارشو کرده، یارو یه طاقت نداره وایسه تا چهارمی که بگه ای بابا این گمارو بوس کن، ما اشتباه گرفتیم به خدا. ولی الان آهنگایی که نگاه میکنیم همینجوری میاد آقای قاسمی. خب سوژه اینه که خب دیگه نگیم دیگه، گفتیم دیگه ها، چی گفتی؟ بکن منو بکن منو بکن منو بکن منو دوست بوس بوس بوس, بوس. میگم اگر یارو تو یونان بخونه سر دومی ترابل داره، قزوین باشه که همون اولین آهنگ تو قزوین خیلی گرفته باید و باید. میگه بالام جان چه بچهای حرف گوش کنی داره لس آنجلس اینا. یارو داشت تو جبهه چپکی را میرفت گفت چی شد؟ گفت همه رو شیمیایی کردن ما رو فیزیکی. من بگنم این اولین آخرین برنامه بنده باشه. رفته بودم ترکیه، میتونم یه چیز دیگه بگم؟ بگو. رفتم ترکیه به غذای ترکیه نساخته هم. این داستانه رو تو خدا یادتون باشه بنویسین که بعدا ازم سوال میکنین. غذای ترکیه بهم نساخت، خب دلم گیر کرد، زنگ زدم دکتر پیدا کنم. آقا کسی انگلیسی اونجا صحبت نمیکنه که. به هتل زنگ میزنم میگم دو یو اسپیک انگلیش؟ میگه یس. میگم روم سرویس؟ میگه یس. میگم آم هانگری؟ میگه نو هانگری ترکی. اون فکر من میگم مجارستان. گفتم دی جو اندرستن وات آی سد؟ گفت یس. گفتم با دید آی سد؟ گفت یس. گفتم اوکی بابا یس. آقا ما رفتیم دکتر رو پیدا کردیم، خدا سرسده واقعیت گوش کن، دکتر رو ما رفتیم تو مطب دکتر امیر قاسمی، دیدیم یه دکتر واسه سیگار میکشه، یکی وسط مطب داره سیگار میکشه. گفتم دکتر؟ گفت یس. گفتم یو داکتر؟ گفت یس. گفتم یو اسموکینگ؟ گفت یو وان؟ گفتم نو. تو مطب داری سیگار میکشی؟ گفت آه یا نو پرابلم ترکی ایوریتینگ گو نو پرابلم اوکی بشه. گفتم آقا ما شکممون معذرت میخوام گیر کردیم مدرسه. گفت نو پرابلم، شما تو اتاق برو، ما یه چیز داریم به نام میکنوس. گفتیم اوکی میکنوس دیگه چیه؟ ما رو خوابوند و معذرت میخوام، ما دیگه مجبور شدیم که شلوارمون رو دریم که آقا میکنوس رو استفاده کنه. تلفنش زنگ زد یادش رفت، یارو تو کار بسازه بفروش هم بود. یارو رفت تو اتاق بعدی، من بدبخت اونجا دولا شدم، پنجره باز، یه میلم وسط پای بنده است به نام میکنوس. به جان مادرم، یکی اشتباهی من کتش رو آویزون کرد. بکن جالباسیه. گفتم دادم ما یه سر دیگه بخاشیم، اینجا نمیمونیم با یه سر دیگه. دکتر داشت مساله میفروخت و آجرا رو معامله میکرد، این برنامه به جای 2 دقیقه 7 دقیقه اون تو بود. حالا ببین چه بلایی سر من اومد. دکتر من گفت I am so sorry little problem. گفتم what problem؟ گفت now you need nucleus. nucleus یعنی رام اندازه، nucleus یعنی جلو شد. ما 15 روزی که ترکیه بودیم ماندی میکنوس توزده نوکنوس. زن و شوهر ایرانی خیلی بامزن، وقتی عاشق هم دیگن میگه خیلی تو مرد بی خودی هستی ها، یعنی واقعا ازت متنفرم میمون، این عشقشه. وقتی که دعوا میشه میگه ازت خواهش کردم با من درست صحبت کن. همه چی برعکسه. تو وقتی عاشقی به بگه ایزا من تو رو دوست دارم، وقتی بدت میاد بگی میمون. البته بین زنهای ایرانی و آمریکایی هم یه فرق از اونم بهتون بگم دیگه. خانم آمریکایی میگه که عزیزم من رفتم شاور آمادم، خواهش میکنم با هم اشبازی کنی. ایرانی میگه پاشو خبر مرگت کارتو بکن، میخوام برم دوش بگیرم. یه چم از بابام بگم، خیلی باحال بابای من، خیلی کیوته. بردمش لاس وگاس، این کاکتل ویتسا رو نگاه میکرد، میگو بابا عجب خدا عظمتی داره، همه شکل همن بابا. گفتم بابا از پشت داری میبینی، جلوشون فرق میکنه. گفتم صورتاشون فرق میکنه، پشتشون لباسا اون چه ننه. گفت پسر این حرفا چیه؟ مگه من به ننت خیانت میکنم بعد از 60 سال؟ گفتم جرأتشو نداری، اون قزوینی تو رشت بود.